یکی از کارشناسان سازمان ملل تاکید کرد که مواد انفجاری منفجر نشده در شهر موسل مرکز استان مرزی نینوا در شمال غرب عراق برای یک دهه باقی میمانند و این مسئله جان دو میلیون غیر نظامی را به خطر میاندازد. به گزارش رویترز پیر لودهامر مدیر برنامه در سرویس اقدام علیه مین سازمان ملل متحد UNMAS در یک کنفرانس خبری در شهر ژنو سوئیس ضمن تاکید بر اینکه بمب ها و مین های منفجر نشده در شهر موسل در یک دهه آینده همچنان باقی میمانند خاطر نشان ساخت که این مسئله جان بیش از یک میلیون غیر نظامی خواهان بازگشت به خانه و کاشانه خود پس از پایان تسلط سه ساله داعش بر این شهر را به خطر می اندازد. بر اساس این گزارش کارشناس مسکور گفت برآورد می شود ویرانی موسل نزدیک به 11 میلیون تن آوار به جای گذاشته و گمان می رود دو سوم مواد منفجر نیز زیرا آوارها دفن باشند. لذا برآورد های ما این است که پاکسازی غرب موسل بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید چرا که شدت و پیشیدگی مواد منفجره اجازه پایان عملیات پاکسازی طی چند ماه یا حتی چند سال را نمی دهد. کلود رو در این باره افزود ما همچنین شاهد مهماتی هستیم که از آسمان پرتاب شدند بوم هایی که وزن هر یک از آنها به 500 پوند یا بیش از 226 کیلوگرم میرسد و زمین را بیش از 15 متر میشکافد. بیرون آوردن تنها یکی از آنها چند روز و گاهی اوقات چند هفته به طول می انجامد. با توجه به اینکه پاکسازی ساختمان های از قبیله بیمارستان اصلی غرب موسل به عنوان یکی از مقرهای پیشین سنی های تندروی داعش یک مسئله مهم برای از سرگیری خدمت رسانی به شهروندان به شمار می آید. این کارشناس سازمان ملل گفت تنها در این مکان بیش از 2500 ماده منفجره بیرون آوردیم که شامل کمربندهای انفجاری، راکت، خمپاره و بمب‌های ساز است.